گرم شدن و اسیدی تر شدن دریای مدیترانه نه تنها ادامه حیات برخی از موجودات این دریا را به خطر انداخته، بلکه حتی ممکن است موجب انقراض جمعی از آبزیان نیز بشود. دانشمندان و اقیانوس شناسان در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه میگویند نتایج پژوهش آنها از نقش بشر در تخریب این اکوسیستم حکایت دارد. سیاوش منفرد گزارش می‌دهد. نتایج تحقیقات دانشمندان و اقیانوس شناسان رصدخانه اقیانوس شناسی در شهر ساحلی ویوفرانش نشان می دهد که طی سالهای 2007 تا 2015 آبهای شمال غرب مدیترانه سواحل فرانسه 0.7% افزایش دما داشته است. همچنین سالانه آبهای این منطقه 7% اسیدی تر شدند. این نتایج که ممکن است به دیگر سواحل کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مانند اسپانیا و ایتالیا نیز تعمیم داده شود، تعجب ژان پیر گاتوزو مدیر تحقیقات مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شده است. ریشه اسیدی تر شدن و افزایش دما مشترک است و آن هم به خاطر تولید گاز دی اکسید کربن توسط انسان است. این مسئله منجر به تغییرات اقلیمی می شود و متاسفانه برخی از آن اطلاع زیادی ندارند. حدود 1/4 از گاز دی اکسید کربن که انسان ها تولید می کنند جذب اقیانوس ها می شود. از یک طرف امری مثبت است، زیرا بدون اقیانوس ها میزان دی اکسید کربن در هوا و به تبع آن تغییرات اقلیمی بیش از میزان کنونی می بود که خطرناک است. تحقیقات رصدخانه اقیانوس شناسی در شهر ساحلی ویوفرانش زیر نظر او که خود یک اقیانوس شناس است صورت گرفته است. به گفته او از آبهای مدیترانه در عمق‌های مختلف نمونه برداری شد. گاز دی اکسید کربن با ترکیب شدن با آب دریاها نوعی آلودگی ایجاد می کند و آن اینکه آب اسیدی تر خواهد شد. به گفته او این تغییرات دمایی و همچنین افزایش میزان اسید آب منجر به جذب موجودات دریایی شده که اکوسیستم آبزیان مدیترانه را تغییر می‌دهد. مثلا همکنون ما شاهد ماهی‌های آب‌های نیمه استوایی مانند هامور و ماهی ماهیخوار دلومی هستیم. بنابراین مدیترانه همکنون شاهد حمله دیگر گونه‌ها و افزایش دماست. به گفته گاتاسو از دیگر زیان‌های این تغییرات اقلیمی و نابودی برخی از آبزیان مدیترانه ضرر اقتصادی آن است، زیرا تا نیم قرن دیگر اثری از صدف خوراکی مدیترانه نخواهیم داشت. سیاوش منفرد، صدای آمریکا.